مهسا، جزئیات بیشتر رو بشنویم از تو در ارتباط با این بیانیه. خب صدای مهسا رو نداریم. مهسا، ما صدات رو متاسفانه نداریم، یا حداقل من نمیشنوم در استودیو. اگر که نه، ظاهرا نداریم. سعی میکنم الان صدات میاد، بفرمایید. اوکی، من پس ادامه میدم. تا تاریخ 15 دی ماه به ایران فرصت داده شده بود تا برای شرکت در مذاکرات با 4 کشور درگیر اعلام آمادگی بکنند تا بتونن در هفته 17 تا 23 ژانویه در مذاکرات شرکت بکنن و به یک حل و فصل مسالمت آمیز برسن، که متاسفانه طبق انتظار خانواده ها و دولت های درگیر، ایران دوباره اعلام آمادگی برای شرکت در این مذاکرات نکرد. و نه تنها اعلام آمادگی برای شرکت در مذاکرات نکرد، بلکه در پیامی در 6 دی ماه اعلام کرد که هر کاری که لازم بوده در مورد این پرونده تا به حال انجام شده و اقدامات بیشتری از سوی ایران انجام نخواهد شد. این بیانیه که امروز صبح زود به وقت کانادا به دست من رسید، درش نوشته شده که ما بسیار متاسف و ناراحت هستیم از اینکه برخلاف فرصت‌های زیادی که به جمهوری اسلامی داده شد تا بتونیم به راه‌های مسالمت آمیز این مسئله را حل و فصل بکنیم، اما در واقع سرباز زدن ایران از این راهکار باعث شده که ما مجبور به بردن این پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی و توسل به قوانین بین المللی بشیم. خانواده ها البته انتظار یک چنین اتفاقی رو داشتن. من در صحبت هایی که قبلا در همون روزی که مهلت داده شده بود به ایران با خانواده های قربانیان داشتم، با چندین تن از خانواده ها صحبت کرده بودم، میدونستن که این اتفاق میفته، از سوی ایران جوابی داده نخواهد شد. ولی خب این نتیجه گیری که دولت های درگیر هم حالا به این نتیجه رسیدن که نمیتونن از طریق مذاکرات حل و فصل این پرونده رو پی ببرند، احتمالاً گام های بعدی رو برای این پرونده پیش خواهد آورد. رسانه‌های کانادایی آیا واکنشی نشون دادن به این بیانیه؟ بله، رسانه‌های کانادایی دو واکنش کاملا متفاوت دارن. یک واکنششون این هستش که یک روزنامه خیلی معتبری در کانادا هست به نام تورنتو استار، که در اون آمده که بعد از 2 پیگیری این پرونده، تازه روز 8 ژانویه رو به عنوان روز فجایع هوایی نامگذاری کردن و این یک بی احترامی هست به خانواده‌های قربانیان و کسانی که جونشون رو در این سانحه از دست دادن. رسانه‌های دیگر از جمله CBC کانادا، گلوبال نیوز، گلوبال میل، اینها اومدن و بررسی کردن گام‌های بعدی رو میخوان ببینن که در آینده چه دادگاه‌های بین‌المللی ممکنه پیش بیاد و در نهایت آیا کشورهای درگیر میتونن به یک شفافیت و دادخواهی که قولش رو به خانواده‌های جان‌باختگان دادن برسند یا خیر.